مجله رادیویی برنامه ادبی هنری و فرهنگی از اداره هنر و ادبیات به نام نگارنده ماه و مهر گزارنده نه رواق سپهر گشاینده قافل های سخن سراینده نامه های کهن با یاد و نام خالق و آفریدگار یگانه و با پیشکش نمودن تحفه نبوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضور شما ادب دوستان در برنامه مجله رودی را خیر مقدم می گویم. روز 24 اسد که در پیش رو داریم روز فتح و پیروزی است. روزی که مجاهدین مبارز و دلیر با قیام و مبارزه یوغ استعمار را از دوش وطن برانداختند. و استقلال و آزادی را به ارمغان آوردند این روز نماد استادگی و مقاومت امارت اسلامی در برابر تجاوز و سلطه بیگانگان است باید با گرامی داشت این روز بر ازم راسخ خود برای حفظ و سیانت از آرمانهای امارت اسلامی و دستاوردهای آن تاکید کنیم خون شهدا پایه های این فتح است و ما وظیفه داریم تا با تلاش و کوشش روزافزون این آرمان را استوار نگه داریم شنمده های عزیز امیدواریم آنچرا اندر این برنامه فراهم نموده ایم مورد پسندتان قرار گیرد در برنامه امروز افزون بر اخبار فرهنگی این مطالب و موضوعات زیبای ادبی و هنری را خواهید شنید گزارش از یازدهمین جشنواره توت ولایت پنچیر درخشش نکات اخلاقی در شعر بیدل درنگ بر اصطلاح دست بی نمک در فرهنگ مردم و داستان کوتاه نخست از همه توجه شما شنوانده های عزیز را با تازه ترین اخبار فرهنگی کشور معطوف می داریم که توسط همکارم عبدالله فروتن به خانش گرفته می شود. مولوی اتیقلا عزیزی موین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ روز یکشنبه چارده همه اصد سال روان در سیمینار علمی و تحقیقی تحت عنوان اهمیت ساحات باستانی و تاریخی بامیان که با حضور شمار از شخصت های فرهنگی، علمای کرام و مسئولان نهادهای حکومتی برگزار گردید گفت که آثار و ساحات باستانی ثروت ملی کشور ماست و بر همه مردم لازم است تا از آن حفاظت نمایند. معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبتهایش گفت افغانستان حیثیت گالری بزرگ را در عرصه فرهنگی، هنری و تاریخی دارد که نمونه های آن در ولایت های مختلف با ویژه بامیان، هیرات، بلخ، غور، قندهار و سایر ولایت های کشور است. در این سیمینار مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان نیز در سخنانش گفت ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر برگزاری این سیمینار در بامیان قدردانی می کنیم و یقین دارم که راه چنین برنامه ها می تواند برای حفاظت از این آثار مفید واقع شود همچنان مولوی صفیلار الله رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت بامیان از جمله آن ولایت های کشور است که پر از آثار باستانی بوده و جاهای دیدنی و توریستی زیادی دارد با فراهم شدن سهولت های لازم در بخش توریسم آمار گردشگران و بازدید کنندگان موزیم و آرشیف هیرات در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. با گفته مولوی حمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هیرات موجودیت رهنماهای گردشگری در بخش موزیم و آرشیف و همچنان فراهم شدن سهولت لازم باعث شده است که شمار گردشگران و بازدید کنندگان در آرشیف و موزیم محلی هیرات افزایش یابد. رئیس اطلاعات و فرهنگ هیرات می گوید که آنان در تلاش ایجاد سهولت های بیشتر در بخش های مختلف هستند تا شمار گردشگران و بازدید کنندگان آرشیف و موزیم این ولایت بیشتر از این نیز افزایش یابد. عبدالجبار نورزای مدیر عمومی موزیم و آرشیف حیرات می گوید که با ایجاد سهولت های لازم در قسمت تشریح و توضیح آثار موزیم آمار حضور گردشگران موزیم و آرشیف هرات در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه سال گذشته 40 درصد افزایش را نشان می دهد. نورزای اضافه کرد که در موزیم و آرشیف هرات همکنون بیش از سه هزار نو اثر موجود است که بیش از 500 اثر آن در سه سالن موزیم این ولایت به نمایش گذاشته شده است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در دیدار با شمار از خبرنگاران و فرهنگیان ولایت‌های مختلف کشور گفت که امارت اسلامی افغانستان با تمام توان در زمینه تقویت و گسترش نشرات چاپی و تصویری تلاش می کند. در این دیدار خبرنگاران و فرهنگیان از تأمین امنیت و آرامش در کشور و استقبال از فعالیت رسانهای و فرهنگی از سوی مسئولان امارات اسلامی افغانستان ابراز خرسندی نموده گفتند که تحت حاکمیت امارات اسلامی افغانستان در کشور فرصتهای زیادی در خصوص فعالیت‌های های پاسداری از فرهنگ حفظ و نگهداری آبدات تاریخی و تقویت زبانها با در نظر داشت اصول اسلامی افزایش یافته است. این امر تعهد مسئولان در برابر ملت و کشور را نشان می دهد. آنان خواستار توجه خاص مسئولان در زمینه نشر آثار شاعران و نویسندگان کشور از طریق ادارات زی شدند شدن. مولوی عبدالسلام حنفی خبرنگاران و فرهنگیان را سرمایه معنوی کشور عنوان کرد و گفت که امارات اسلامی افغانستان در پی برآورده ساختن نیازمندی ها در بخش های مختلف و خصوص فرهنگ و اطلاع رسانی بوده و با تمامی توان در زمینه حفظ آثار تاریخی تقویت و گسترش نشرات چاپی و تصویری تلاش می کند. معاون اداری ریاست الوزرا همچنان افزود که امارات اسلامی افغانستان در حد توان در رابطه به نشر آثار شاعران و نویسندگان کشور تلاش خواهد ورزید. به منظور ترویج فرهنگ کتابخانی و استفاده درست از مکانهای شهری نمایشگاه کتابخانی تحت نام اقره از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ شاروالی کابل و یکی از شرکتهای صنعتی تولید رنگ در ساحه پارک شهرنو کابل برگزار شد در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود قاری ولیگل جواد رئیس امور کلتوری شاروالی کابل گفت شاروالی کابل فرهنگ کتابخانی و مطالعه را حمایت می کند و قرار است در دیگر پارک ها و مکان های عمومی نیز نمایشگاه کتاب را برگزار کند زیرا جوانان زیاد علاقمند شده است تا با کتابخانی وقت خود را سپری نمایند رئیس امور کلتوری شاروالی کابل افزود که با این کار فرهنگ شهری تقویت یافته و سطح آگاهی جوانان بلند برده خواهد شد جشنواره توت هفته گذشته به احتمام ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنشیر در بازارک مرکز آن ولایت برگزار کردید. محمد شفیق رسولی از این جشنواره انانوی گزارش تهیه نموده است که اینک پیشکش شما عزیزان می داریم. سوی پنشیر گربی توت توت خشک و چهار مغز زد به مهمانت دهم. ده مغز و مغز استخانت می شود قند و اصل آب شیرین از فراز کوه سارانت دهم یازدهمین جشنواره فرهنگی توت ولایت پنشیر هفته گذشته با اشتراک شعرا و فرهنگیان ولایت های پنشیر، پروان و کاپیسا در مرکز این ولایت برگزار کردید. در این مراسم فرهنگی حافظ محمد آقا حکیم والی پنشیر جشنواره توت را یکی از مراسم فرهنگی ولایت پنشیر خوانده و یادآور گردید که توت میوه قدیمی و بومی پنشیر است. و با طعم لذیذی که دارد یکی از غذاهای مشهور این مرز بوم محسوب می شود. والی پنشیر حضور مقامات بلندپایه امارات اسلامی افغانستان و فرهنگیان را نماینگر اتحاد و اتفاق ملی و اسلامی افغانها دانسته و با این الفاظ مردم را به وحدت و برادری فراخواند. نفاق و نفرت و شقاق و جدایی و منفیگری و نفیگری در دین مبین اسلام مردود است و حکم دینی الله رب العزت و, و قرآن عظیم است که ما متحد و متفق باشیم حافظ محمد آقا حکیم تصریح کرد که حضور پرجوش مردم در این جشنواره نشان دهنده امنیت عام و تام و حمایت مردم پنشیر از نظام امارت اسلامی افغانستان بر رهبری المؤمنین حافظه الله است او افزود که امروز تمام افغان ها زیر یک چتر اسلامی و بیرق محمدی در رفاه و آسایش قرار دارند و امارت اسلامی افغانستان حامی جان و مال مردم کشور است و هیچگاه نمی گذارد کسی نظام یا امنیت مردم را اخلال کند. سپس مالاوی قدرت الله جمال موین وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان مردم پنشیر را ملت مجاهد و دارای عقاید مستحکم اسلامی خونده چنین گفت. حقوان سید پنشیر خلق می نداری. مجاهد خلق دی. خو او خاص یو غرصی پس بودی که در درس سمزبی خلق دی. بعدا احمد زیا یزدانی معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنشیر طی خانانی برگزاری چنین محافل را برای حفظ و شناسایی بیشتر فرهنگی ولایت کشور مؤثر دانسته و بر تداوم همچون برنامه ها تاکید ورزید یک سلسله ارزشها و داشته های معنوی غیر است که جز با برگزاری این تو محافل او بچش نمیخورد در ادامه این محفل فرهنگی شماری از شعرای اشتراک کننده خانش اشعار و سروده هایشان در وصف توت و زیبایی های ولایت پنشیر پرداختند. حلاوت در شکر می جوشد از شیرینی توتش صفای راحت جان آرزوی کام و دندان است. در آرامش تماشاگاه شاخ و برگ و بار اما در آرامش تماشاگاه شاخ و برگ و بار اما به جنبش چادر و شاد و سبد را شکر افشان است. پنشیر فدای توت تو تلخانت شوم من پنشیر فدای سر و شوم من با کوه و آب و دریایت بنازم با کوه و آب و دریایت بنازم فدای خلق پاسبانت شوم من جشنواره توت ولایت پنشیر با اجرای نمایشات ورزشی و پارچه های جالب تمثیلی خاتمه یافت. در این جشنواره علاوه بر سخندرانی ها، دکلمه شیر، نمایشات ورزشی و صحبت های تخصصی در مورد میوه توت، تیاتر و نمایشگاه نقاشی نیز برگزار شد که مورد استقبال اشتراک کننده ها واقع گردید. مجله رادیویی نشریه ادبی، هنری، فرهنگی و اجتماعی با تازه ترین اخبار فرهنگی، گزارشها، مطالب ادبی، شعر، تنز و داستان های دلنگی است. شنیدن این برنامه را ساعت 11 و 5 دقیقه روزهای جمعه و تکرار آن را یک شنبه ساعت 9 و 30 دقیقه شب از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کیلوهرتز و 105 اشور دو اف فراموش نکنید. افغان سخ مبارک افغان سخ آزادی عزت و افتخار یک ملت است و بدون شک می توان گفت که جوانان مبارز افغان در راستای به دست آوردن آن سالیان دراز به مبارزه پرداختند تا سرانجام به تاریخ 24 اسد به این خواست ملیشان دست یافتند اکنون همه ملت باید دست به با دست هم دهند تا از این غرور بزرگ محافظت کنند و برای افغانستان خود کفا تلاش نمایند. ادبیات دری اقیانوس بیکرانی از موضوعات و مفاهیم بلند آرمانی و انسانی است و در میان ادبیات سایر ملل به همین دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است یکی از مهمترین این ارکان پرداختن به مسائل انسانی و آرمانی است که ادب نفس از مهمترین آنها به شمار می رود. اخلاقیات که ریشه عمیق در باورهای مردم ما دارد همواره مورد توجه و عنایت بسیاری از شاعران و نویسندگان بوده است ولی نوع پرداخت و نحوه بیان در آن یکسان نیست و موضوعات نیز به دلیل تنوعی که در این مقوله وجود دارد بسیار است همکارم عبدالله فروتن در رابطه به با باستاب مسائل اخلاقی در شعر بیدل مطلبی تهیه نموده است که اینک شما ادب دوستان را به شنیدن آن فرا میخوانیم اخلاق از مهمترین موضوعات است که بیشتر شاعران زبان دری در اشعار و سروده هایشان به آن پرداخته و به گونه خاص بدان توجه داشتهاند. یکی از شاعران که بیشتر پیرامون این موضوع درنگ و تعمل داشته است ابوالمنی میرزا عبدالقادر بیدل می باشد. بیدل از جمله شاعران است که در نگاه نخست به ویژه در غزل از منظر کاربرد مفاهیم اخلاقی شاید چندان مورد عنایت خواننده نباشد ولی با الفت بیشتر با دیوان غزلیات او خواهیم دریافت که توجه ویژه به مقولات اخلاقی داشته است به دلشراس خوب کشور آقای عبدالله موفق اسیر در رابطه به افکار عرفانی تصوفی و اخلاقی ابلمانی مرزا عبدالقادر بیدل چنین ابراز نظر می نماید در یک برداشت کلی و مجموعی باید بگویم که بخش بزرگ افکار و اندیش های حضرت عبالمعانی به دل موضوعات عرفانی تصوفی و ادبی احتوا می در ضمن موارد مباحث گسترده اجتماعی و فرهنگی و بسا موارد دیگر توجه بیدلپژوهان را در آثار ای شخصیت عالی مرتبت و ای شاعر بزرگ و عارف سترگ زبان دری به خود جلب می کنه. از دیوان غزلیات بیدل دهلوی برمی آید که او به مسائل دینی و موضوعات اخلاقی اعتقاد راسخ داشته و موضوعات اخلاقی که کاربست آنها جلای درون و صفهای بیرون را سبب می گردد به گونه فراوان مورد توجه او بوده است. هرچند بیان تمام موضوعات اخلاقی در دیوان بیدل در این فرصت مختصر و دور از امکان است ولی با آن هم میکوشیم تا در حد فرصت مش نمونه خروار به دیدگاه بیدل در حوزه اخلاق نگاه بیندازیم اخلاق و خلق خوش در عرفان و تصوف اسلامی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در رفتار و روش اجتماعی جایگاه خاصی دارد آقای موفق باستاب سجایای اخلاقی در شیر عبالمانی بیدل را این گونه شرح می دهد. از مباحث اهم باستاب سجایای اخلاقی در شیر عبالمانی است. و گونه مثال در همی رابطه میشه که به این عبیات اکتفا بکنیم که میفرمایند در کف اخلاق توست رشته تسخیر خلق غافل از احسان ما باش هیچ کست بنده نیست. یا مثلا در یک جای دیگه میفرمایند که در بیزری ز جبهه اخلاق چین گشا گیرم کفت توهیست لب آفرین گشا و یا میفرمایند که ز تازروی اخلاق نگذری بدل ز اخلاق نگزری بدل بهار تا اثر رنگ و بوست می باشد در یک جای دیگه میفرمایند که مانع فیض حلاوت می شود چین جبین نیشکر در هر کجا دارد گره کم شکر است بدل از شاعرانی است که در نگاه اول و آن هم در غزل شاید از نظر این عناصر چندان مورد عنایت خواننده نباشد ولی با الفت بیشتر در میابد که بیدل توجه ویژه به مقولات اخلاقی دارد آن هم در غزل که مسائل اخلاقی در آن آنگونه که در مصنوی و قصیده و قطعه رخ می نماید چندان مشهود نیست از غزلیات بیدل برمی آید که او به مسائل اخلاقی اعتقاد راسخ دارد و اخلاقیات که به کار داشت آنها صفای درون و بیرون را باعث است. فراوان مورد انایت وی بوده است. بیدل خلق خوش و سیرت نیکو را در بیت زیبای این گونه وصف می کند. بس که عالم را به حسن خلق ممنون کرده ایم. رنگ هم نتواند از جرأت روی ما شکست. بیدل در این بیت عالم را سپاسگزار خوشخویی دانسته و آراسته بودن و این خصلت را مایه دوری از ضعف و شکست می داند و یا عالم به حسن خلق توان کرد سید خیش دام و کمند نیست به گیرایی زبان در این بیت بیدل سید دل را به دست خوبان می داند که دارای حسن خلقند و تذکر می دهد که دام و کمند نمی تواند گیرایی و جاذبه زبان را در شکار دلها داشته باشد و در آخرین مورد هم بیت زیبایی را بر می خوانیم که بیدل دل در آن حسن خلق را به بوی خوش گل تشبیه کرده و این صفت را دلیل باز شدن دروازه دلها و راه یافتن به باطن می توند. روی نکت گل غنچه هرگز در نمی بندد زه حسن خلق ممکن نیست در دلها نگنجیدن یکی از اصطلاحات آمیانه که در میان مردم ما رواج دارد اصطلاح مسئله یا ضرب المثل دست بینمک است که اکثر کسانه در مورد قدر ناشناسی از خود و کار میبرند این اصطلاح یا ضرب المثل در ادبیات ما نیز راه یافته و شاعران و نویسندگان گاه گاه در اشعار و نوشته هایشان به کار برده همکار همکارم محمد شفیق رسولی پیرامون همین موضوع مطلبی دارد که اینک یک جا با هم میشنویم اصطلاح دست بینمک در موارد به کار می رود که انسان هرچه چه به دیگران خوبی کند مردم از آن نتیجه برعکس بگیرند یا به سخن دیگر به کسی می گویند که آدم دلسوزی است و محبتش را به همه ارزانی می دارد اما به جای آنکه پاسخ محبتهایش را با خوبی بدهند یا به او بیتوجهی کنند یا پاسخ بدی به آن میدهند نمک یک مثال است وقتی کسی به دیگران خوبی می کند اما دیگران انتظار انجام کار خاص دیگری هم از او دارند که در این اصطلاح یا ضرب المثل از آن به عنوان دست بی نمک یاد شده است یعنی هر چقدر هم به آنها خوبی کند ولی آن نمکی که جزء توقع افراد بود را نداشته باشد انگار کاری انجام نداده است شاعر و نویسنده خوب کشور پوهنوال استاد احمد شاه رفیقی این اصطلاح مسئلی در بین مردم را این گونه شرح می دهد. دست بینمک معمولا به دست های گفته می که کسی با کسی بسیار نکی می کنه و از طرف او بدی می بینه. شخص میگه دست ما بی نمک است. دست ما نمک ندارد. در ادبیات ما زیاد آمده است و او هدفشان ای است که یعنی نمک ما چوری نداره و با کسی که خوبی میکنیم ایچ پاسش نمیدانه نمک در گذشته جایگاه ویژه ای داشته است نمک برای بدن انسان لازم است و نمیتوان به تاثیر مثبت عناصری که در آن وجود دارد بیتوجه بود اما اینکه ریشه این ضرب المثل با این چیزی که گفتیم شباهت دارد یا است گفتند که در گذشته مسافرانی که از شهرهایشان برای مهمانی یا هر کار دیگری به شهر دیگری مسافرت میکردند نمک شهر خود را نیز به همراه خود برای میزبان می بردند. علتش می تواند فایده نمک هر شهری باشد یا هر فایده ای که خودشان مد نظر داشتند. اما وقتی مسافری از شهرش نمک نمی برد دست او نمک ندارد. حتی اگر چیزی دیگری هم با خودش برده بود در واقع این نمک را به عنوان نمک خوب می دانستند و نمک در دست نداشتن گویا کار خوبی نبود نویسنده خوب کشور سرمحقق استاد شاه محمد مسلح در مورد این اصطلاح مثلی چنین می گوید بسیاری ها معتقدند که اصلا دستشان نمک ندارد زیرا خوبی نیکوکاری و تراحمشان در مقابل دوستان و یاران هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشته و هیچ کسی هم پاس آن همه را ندانسته است ببندم شال و برپوشم قدک را بنازم گردش چشم فلک را بگیرم آب دریاها سراسر بشویم هر دو دست بی نمک را به هر حال این اصطلاح چه صحت داشته باشد چه نه به عنوان ضرب المثلی در میان مردم ما استفاده می شود و موارد کاربرد گسترده دارد اصطلاح دست بینمک در شعر و ادب زبان دری نیز این اکاس گسترده داشته و شاعران فراوانی در اشعار و سروده هایشان این موضوع را بازتاب دادند که اینک نمونه های از آن را پیشکش شما ادب دوستان می داریم. ابو مرزا عبدالقادر بیدل اصطلاح دست بینمک را در بیتی این گونه وصف می نماید. سهر خندی است از اسیان من گرد ندامت را به قدر سودن دستم نمک دارد پشیمانی استاد رفیقی اندر باب کاربرد این اصطلاح در ادبیات دری با ویژه فولکلور مردم ما این گونه ابراز نظر می نماید اصطلاح دست بی نمک در ادبیات فولکلور ما از جایگاه خاص برخوردار است و سخن سرایان زبان دری و تکرار در اشعار خود از دست بینمک نمک سخنان گفتند بگردم آب دریاها سراسر بشویم هر دو دست بینمک را و همچنان داستان انتباهی هم در اجابت رابطه فراوان است کاربرد این اصطلاح را در بیتی از معینی کرمانشاهی چنین بازتاب یافته است ای دست بینمک که گردن ببینمد ای دست بینمک که به گردن ببینمد بشکسته باش اعقده گشای کسی مشو بد اقبالی و بخت بد یکی از موضوعاتی است که شاعر آن را به دست نمک خود نسبت داده و این گونه شکوه سر می‌دهد. من از مردم ندارم شکوهی در ظلمت هستی ز اقبال خودم نالم که دست بی نمک دارم شاعر دیگری هم با بیان همین موضوع به بد اقبالی خود اشاره نموده می گوید. زی دست کهنه نامردان دلی زخم از نمک دارم به خنجر می توان کشتش ولی حق نمک دارم نمکدانم تهی گشت و کبابم بی نمک مانده من از اقبال می نالم که دست بی نمک دارم رادیوی ملی افغانستان صدای رسای همه افغان ها عشق معلم یک داستان کوتاه و, کوتا و آموزنده خانم معلم از شاگردانش خواست که انشای نوشته و در آن خواسته هایشون را با خداوند متعال در میان بگذارند. شاگردان هر یک چیزهای نوشتن و ساعت درسی تمام شد. معلم پس از بازگشت به خانه شروع کرد به تصحیح نمودن انشای شاگردان که در این هنگام ناگهان موضوع یکی از انشاها او را متاثر ساخت و به با گریه باداشت. همزمان با اینکه او گریه می کرد چوهرش نیز از سر کار برگشته و وارد خانه شد. با دیدن خانمش از او پرسید چرا گریه میکنی؟ خانم پاسخ داد موضوع انشای یکی از شاگردان مرا به گریه انداخت بفرما خودت آن را بخوان مرد شروع کرد با خواندن آن انشا که همسرش را متاثر نموده بود او نوشته بود پروردگارا امشب یک خواهش خیلی خاص از تو دارم از تو خواهش میکنم که مرا تلویزیون بسازی من میخواهم جای او باشم دوست دارم مانند او زندگی کنم از جایگاه او در خانه برخوردار باشم بگونه ای که همه اعضای خانواده پیرامونم حلقه زده و سخنانم را جدی تلقی نمایند و به آن احتمام ورزند همه به سخنان من گوش فرا دهند بدون اینکه روی آن حرف زده و یا چیزی بپرسند خداوندا من دوست دارم از آن احترام و احتمام برخوردار باشم که تلویزیون از آن برخوردار است حتی زمانی که کار نمی کند و خاموش است دوست دارم مانند تلویزیون رفیق و همدم پدرم باشم به با ویژه آن زمانی که از سر کار به خانه بر می گردد و با عجله به جستجوی خبرها می پردازد دوست دارم مادرم نیز به من توجه کند همان گونه که به برنامه های دینی و اجتماعی تلویزیون اهتمام می ورزد. حتی در شرایطی که ناراحت و غمگین است همچنین از برادران و خواهرانم میخواهم تا مانند برنامه های ورزشی تلویزیون که به آن علاقه خاصی دارند به منظور رفیق شدن با من نیز با همدیگر دعوا کنند خداوندا من میخواهم خانواده هم همه چیزها را کنار گذاشته برخی از اوقاتشان را با من سپری نمایند و بالاخره ای خدای مهربان من از تو میخواهم تا به من توانایی عطا کنی که بتوانم اعضای خانوادم را خوشحال و خوشبخت بسازم ای پروردگار بزرگ خواسته زیادی از شما ندارم تنها میخواهم که مانند یک تلویزیون زندگی کنم و بس مرد همین که از خواندن انشا فارغ شد گفت فکر می کنم این پسر بچه دارای پدر و مادر خیلی ناشایست و بی‌پروایی اند که حال روز کودک بیچاره این گونه است. در همین حال خانم معلم بار دیگر به گریه افتاد و گفت آن چی انشایی بود که فرزند خود ما نوشته است. شننده های عزیز، این بود داشته ها و مطالب برنامه امروز تا فرصت دیگر که باز هم در خدمت قرار می گیریم شما عزیزان را به یک تای بی هم تا مسپاریم. بقیه روزتان بخیر.